سلام بر شما، به برنامه صفحه 2 خوش آمدید. من مهدی پرپنچی هستم. هفته گذشته قوه قضاییه ایران به زندگی مهافرید امیر خسروی متهم اول پرونده جنجالی 3000 میلیارد تومانی پایان داد. اعدام آقای امیر خسروی اما نه تنها به ابهام‌های موجود در این پرونده پایان نداد، بلکه به پرسش‌های پیرامون آن هم دامن زد. روزنامه‌های تهران پرسیدند چرا مقام‌های دولتی که این فساد اقتصادی و رانت‌خواری را ممکن کرده بودند محاکمه نمی‌شوند. روزنامه شهروند نوشت ساختارهای اقتصادی کشور پس از مهافرید امیر خسروی تا چه اندازه در مقابل فساد و رانت‌خواری مقاوم خواهند شد. جهان صنعت این پرسش را مطرح کرد که آیا اعدام او نقطه پایان فساد مالی است و تکلیف دولتی‌ها که به گفته این روزنامه در راه اندازی باند فساد مالی دست داشتند و بدون وجود و حضور آنها ویژه خواری امکان پذیر نبود چه می شود؟ و روزنامه شرق پرسید نهادهایی که وظیفه نظارت بر فعالیت ها و اقدامات مالی اقتصادی را بر عهده دارند پیش از رو شدن این ماجرا چه می کردند؟ این پرسش ها را در میان خواهیم گذاشت با مهمانان برنامه، شروین مجلسی، کارشناس مبارزه با فساد دولتی که از بانکوک پایتخت تایلند با ما، همینطور نادر حبیبی استاد اقتصاد خاورمیانه دانشگاه برندایس از ماساچوست آمریکا با ما خواهد بود و اینجا در بریتانیا حسن منصور استاد اقتصاد از بورموس در طول برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. بسیار متشکرم از هر سه مهمان برنامه که دعوت ما رو پذیرفتند. آقای مجلسی، مقوله اعدام یعنی استفاده از مجازات اعدام برای مبارزه با فساد مالی بر بعضی کشورها به هر حال رایج هست، هرچند کشورهای بسیار معدود. تجربه شما و به هر حال دانش شما در این باره چی میگه؟ چقدر این استفاده از این مجازات میتونه مؤثر باشه در مقابله با فساد اداری؟ بله، همونطور که فرمودید در بعضی از کشورها از اعدام استفاده میشه در زمینه مبارزه با فساد. فکر میکنم که بهترین مثالش نمونه چین هست که فکر میکنم این اعدام های که اتفاق افتاده کمک چندانی نکرده به کاهش میزان فساد در این کشور. به خصوص در مورد جرم اقتصادی من فکر میکنم مهمترین کارهایی که باید انجام بشه که حتی به نوعی ممکنه اعدام مانعی در راه این کار ایجاد بکنه، اول استرداد دارایی هاست، یعنی بازگرداندن این دارایی هایی که به غارت رفته یا به یغما رفته از طریق فساد اداری که متعلق به مردم بوده، متعلق به خزانه دولت و در نتیجه به مردم کشور بوده، و دوم درک ابعاد قضیه و اصلاح سیستم هست. و هر دو این موارد من فکر میکنم که میتونه با اعدام فرد خاطی لطمه ببینه. حالا گذشته از بحث های اخلاقی و غیره مربوط به مجازات اعدام، از نظر خیلی عملی این فکر میکنم که خیلی این مجازات کمک زیادی نمیکنه، حتی ممکنه باعث بشه که در راه مبارزه با فساد یک موانعی هم ایجاد بشه. آقای منصور، اقتصاد ایران بعضی ها در واقع این انتقاد رو مطرح میکنن که اصولا ساختارهاش به گونه ای چیده شده که راه رو برای سوء استفاده های مالی و مواردی از این دست آماده میکنه. فکر میکنید واقعا اگر بخوایم با یه نگاه آسیب شناسانه به ساختار اقتصادی ایران نگاه بکنیم، چون این انتقادی رو میشه وارد دونست؟ به نظر بنده بله. اقتصاد ایران عرض کنم از چند زاویه در معرض فساد پذیری است. یکی این است که به شدت دولتی است، یعنی حدود 80% تولید ملی زیر نگین دولت. دومی این که تقریبا نصفی، حدود 40% از تولید ملی مملکت زیر نظر ولایت فقیه که در واقع از هر گونه حسابرسی نظام، حکومت، دولت بیرونه و در نتیجه تمامی ویژه‌خواری‌ها و رانت‌خواری‌هایی که در اونجا انجام می‌گیره و سر به 100
و چند صد میلیارد دلار در سال میزنه از کنم از هر گونه بازرسی به دوره. و دیگر اینکه روابطی که در جمهوری اسلامی ایران پدید آمده، یعنی خاص خرجی کردن، خودی غیر خودی کردن، عملا عرض کنم رانت ها رو در اختیار گروه های ویژه متعلق به حکومت قرار میده و در واقع این فساد عملا تبدیل شده است به یک امر برنامه ریزی شده برای راضی نگه داشتن بخش‌های مختلفی از نظام، برای اینکه پشت سر این نظام قرار بگیرند. در نتیجه فساد در این نظام به یکی از بالاترین حدهای جهانی رسیده و وضعیت ایران تقریبا در تمامی شاخص‌های بین‌المللی در پایین‌ترین حد ممکن قرار گرفته است. آقای حبیبی، جناب منصور به موارد داخلی اشاره کردن، حالا بحث ساختار اقتصادی و اینکه بخش عمده ای از اون در واقع دولتی هست و قصه هازا. از نظر بیرون چطور؟ بعضی دیگر معتقدن که اعمال تحریم های اقتصادی بر یک کشور عملا اون کشور رو وادار میکنه که این تحریم ها رو دور بزنه. دور زدن این تحریم ها طبیعتاً به یک اقتصاد پنهان احتیاج داره، چون شما به صورت شفاف نمیتونید این کار رو بکنید و این هم عامل دیگری میشه بر فساد اقتصادی. بله همینطوره، چون که مواردی هست که دولت ناچار میشه به خاطر تحریم ها از شرکت های خصوصی به صورت شرکت های نامی استفاده بکنه. در این موارد اعتماد بین اون فرد از بخش خصوصی و دولت بسیار مهم هست و چه بسا فرصت های زیادی پیش میاد برای افرادی که با دولت معامله میکنند، نظیر مورد آقای بابک زنجانی که احتمالاً سوء استفاده هایی در حمل و نقل پول و کالاهایی که از به نمایندگی از جانب دولت انجام میدن صورت بگیره. این اشتراب ناپذیر هست در جایی که مجبور دولت به خاطر دور زدن تحریم ها از یک سری نهادهای غیر رسمی و روش های غیر متداول برای معاملات خارجی استفاده بکنید. آقای حبیبی، شما کشوری رو میشناسید که مثلا تحت تحریم بوده باشه ولی دوچار فساد مالی نشده باشه؟ حالا برای اینکه بخوایم یه مقدار روشن‌تر صحبت بکنیم، تجربه دیگر کشورها چی نشون میده؟ ببینید، مواردی که شدت تحریم‌ها به شدت مورد ایران باشه بسیار کم هست، که به خصوص در دو سال گذشته. ولی فرض بفرمایید مواردی که دولت شوروی سابق مورد تحریم بود از نظر بحث کالاها، ما می‌بینیم که همین مسئله در اونجا هم ممکن بود پیش بیاد. دو عامل مهم رو باید در نظر گرفت. یکی این که دولت ناچار هست از بخشی از این بعضی از این شرکت‌های خصوصی استفاده بکنه، و دوم اینکه چه نوع نظارتی به صورت محرمانه بر رفتار این شرکت‌ها و برای جلوگیری از رفتار اونها دولت میتونه اعمال بکنه. در اینجا حتی در شرایط تحریم هم اگر دولتی بخواد موفق خواهد شد که تا حدودی نظارت بیشتری رو اعمال بکنه. آقای مجلسی، اگر پیشگیری رو مقدم بدونیم بر درمان، در اون صورت فکر میکنید که واقعا در یک نظام اقتصادی کلان، به هر حال اقتصاد ایران یک اقتصاد بسیار بسیار بزرگی هست، در چنین اقتصادی چه شیوه هایی باید اعمال بشه برای اینکه اصولا از ابتدا راه برای چنین حالا سوء استفاده های مالی باز نشه؟ بله، همچین نظام اقتصادی در یک کشوری که هم نظام اقتصادی بزرگی است، هم بخش هایی داره، بخش های اقتصادی که به راحتی میتونن در معرض سوء استفاده قرار بگیرن، یعنی بخش های صنایع سنگین، بانکداری، نفت و گاز و پتروشیمی، تمام مواردی که مربوط به استخراج منابع زیرزمینی هست، معادن، فولاد، عرض شود که تمام این بخش هایی است که به عنوان بخش های شناخته شده که در معرض فساد میتونه باشه. در یک همچین وضعیتی یک اول خب احتیاج هست به یک درک درستی از وضعیت و آگاهی و داشتن اطلاعات که در چه بخش‌هایی و به چه صورتی این فرایند فساد کار می‌کنه، چه کار و ساز و کارهایی داره. ولی بیش از هر چیز من فکر می‌کنم که بحث مسئولیت پذیری و توانایی شهروندان در بازخواهی از مقامات، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم از طریق نهادهای پاسخگویی مثل پارلمان یا نهادهای جامعه مدنی، و در کنار اون مکمل اون شفافیت، دو نکته بسیار مهم هست. یعنی اگر
مقامات دولتی خودشون رو موظف و پاسخگویی بدونن و در مقابل شرایط برای شهروندان فراهم باشه که از مقامات بازخواهی کنن و در کنار اون لازمه همچین وضعیتی همین هست که شفافیت وجود داشته باشه، میشه تا حدی از موارد فساد کم کرد یا پیشگیری کرد. جمله معروفی است که میگن خورشید بهترین پاک کننده و ضد عفونی کننده هست. این یکی از فکر می‌کنم قضات دیوان عالی کشور آمریکا این رو چندین دهه قبل گفته بود. اتفاقا آقای برندایس که دانشگاه برندایس هم اسمش رو از ایشون میگیره، گفته بود که خورشید بهترین پاک کننده است. منظور این هست که یعنی شفافیت، روشنی، وضوح در نحوه ساز و کار، ساخت و کارهای اقتصاد بهترین راه هست برای پیشگیری از فساد. به تعبیری در واقع معاملات یا کل ساختار اقتصادی آقای منصور باید آفتابی بشه، یعنی در ملع و در مرعای به اصطلاح جمع انجام بشه، همه ببینن که چه اتفاقی میفته. شما در بخش اول صحبتاتون آقای منصور اشاره کردید به اینکه بخشی از اقتصاد ایران تحت نظر به هر حال نهادهایی هست در جمهوری اسلامی که اصولاً امکان نظارت بر اونها منتفی از وجود نداره. مطالعاتی که صورت گرفته، گزارشایی که اتفاقا در نشریات داخل ایران هم منتشر شده، میگه که اقتصاد ایران به طور کلی در سیطره 5 هلدینگ بزرگ هست که تمامی اینها عملا تحت نظارت رهبری هستن، یعنی اصولا نظارتی بر اونها امکانش وجود نداره. از قبل آسان قدس، قرارگاه خاتم، یعنی 3 از این هلدینگ های بزرگ دست سپاه هست، به 2 دیگر هم به شکل دیگری در اختیار رهبر ایران. این نظارت چگونه ممکنه انجام بشه در حالی که اصولا طبق قوانین ایران چون نظارتی منتفی هست؟ ملاحظه بفرمید آقای مجلسی بگه نکته ظریف و دقیق اشاره کردن به اون مسئله شفاف بودن، زلال بودن، باز بودن. شفاف بودن در صورتی امکان پذیر هست که رسانه ها، مطبوعات، تلویزیون ها، رادیوها، اینها آزاد باشن از تسلط دولتی و بتونن اطلاع رسانی بکنند. در کنار این افکار عمومی که به منتخبین خودش همیشه فشار میاره، از اونا سوال میکنه، این در صورتی است که رابطه انتخاب کردنی وجود داشته باشه، در نش مجلس منتخب مردم باشه. عامل سوم این است که یک دستگاه قضایی پاکیزه و قانون مدار وجود داشته باشه. وقتی دستگاه قضایی خود در رأس مافیا قرار گرفته و از صدر تا ذیل به فساد آلوده است، در اونجا طبیعی است که این معنا حاصل نخواهد شد. عرض کنم در جمهوری اسلامی مجموعی اینها دست به دست هم داده، در نتیجه فضا را بسته. در همین مسئله عرض کنم اعدام آقای مهاوری دمیر خسروی، خب سوالهایی که مطرح شده سوالهای بسیار جدی است و حتی خیلی ها گفتن که اعدام شتاب زده ایشون به این علت بود که دهان ایشون بسته بمونه و از نقش آقای اژه‌ای در فرار آقای خاوری پرده برداری نکنه. ملاحظه بفرمایید که اینا در حد اتهام هم مسائل بسیار جدی هستند که دادستان کشور خود در معرض اتهام فساد قرار میگیره و اون وقت سر یکی رو به سرعت زیر آب کردن این شایعه رو برمی‌انگیزه که هدف جلوگیری از پخش اطلاعات بود است. به این ترتیب جمهوری اسلامی مجموعه این چیزها رو فراهم کرده، این عوامل رو که در اونجا فساد ریشه میدونه و در واقع علت اساسیش این است که این فساد باهاش همزیستی میشه، مدارا میشه، به خاطر اینکه این منتفعان از فساد در واقع حامیان حکومتند و حاکمان میخواهند از حمایت اینها بهره برداری بکنند. یعنی آن بسیج، آن سپاه، آن لباس شخصی که عملا حکومت، حاکمان، رهبری رو بر سر کار نگه داشته، باید سهمی از این دارایی ها به خود بتونن اختصاص بدند.
آقای حبیبی، اونطوری که در روزنامه شرق نمیدونم احیانا چون در مقدمه هم کمایش من اشاره کردم، آقای بهمن کشاورز از حقوقدانان به هر حال برجسته ایرانی اونجا مطرح میکنه که این رانت، چون آقای امیر خسروی متهم به رانتخواری بوده دیگه، این رانت رو بخش خصوصی به ایشون نداده بود، در واقع این رانت رو بخش دولتی داده و چون در سالهای متمادی در یک حجم بسیار انبوه 3000 میلیارد که بی سابقه است، قاعدتا نباید نهادهای نظارتی از چشمشون پنهان میمون چون این چیزی. چرا در باب مجازات و در محاکمه و اینها که وارد میشیم میبینیم که هیچ نشانه ای از هیچ کس یا فردی که به نوعی به دولت وابسته باشه یا در لایه‌های سیاسی باشه وجود نداره؟ شما فقط فردی رو می‌بینید که به اسم مهافرید امیر خسروی که مطلقاً هیچ اتکایی به هیچ جای سیاسی نداره میره پای اعدام. من فکر می‌کنم تا حدودی این مسئله همونطوری که آقای منصور اشاره کردن شاید به خاطر کاملاً به خاطر ملاحظات سیاسی هست، ولی ببینید یک نکته‌ای که من با جناب منصور مخالف هستم این است که ایشان معتقدند که این حکومت به صورت منسجم می‌خواد جلوی افشای فساد رو بگیره، ولی باید اذعان بکنیم که رقابت‌هایی در درون دولت و رژیم جمهوری اسلامی وجود داره بین گروه‌های مختلف و گاهی اوقات این رقابت‌ها با افشای فساد به صورت افشای فساد یک گروه توسط گروه دیگر میشه. این خودش در مواردی کمک میکنه که سطح فساد پایین نگه داشته بشه، کما اینکه روزنامه های طرفدار یک جناح فساد های اداری جناح های دیگر رو افشا میکنند. بنابراین این شکاف ها خودش نه تنها در ایران بلکه در خیلی از کشورهای دنیا کمک میکنه که تا حدودی جلوی فساد گرفته بشه. آقای مجلسی، اگر اونطوری که آقای حبیبی هم اشاره کردن افشاگری در مورد فساد اداری در گروه رقابت‌های سیاسی باشه، به تعبیری جناح‌های مختلف سیاسی برای اینکه همدیگر رو از میدان به در بکنن، پرونده‌هایی رو بکشن بیرون و افشاگری‌های بکنن، این رو آیا میشه مبارزه با فساد اداری و دولتی دونست یا اینکه نه خود این هم در واقع یکی از یعنی بخشی از همون پروسه فساد دولتی به حساب میاد؟ خب طبق تعریف حقوقی خودش فساد به وجود به حساب نخواهد آمد، یعنی عملا کمک خواهد کرد به اینکه بعضی از قضایا مطرح شه و بهش حداقل رسیدگی بشه، ولی این مشکل رو حل نخواهد کرد، یعنی یک راه سیستماتیک نیست. در یک موقعیت ایدئال و در صورتی که برخورد سیستماتیک و درستی بخواد با این پدیده فساد اداری صورت بگیره، همونطور که آقایان اشاره کردن، احتیاج به عوامل مختلف هست. اراده سیاسی لازم هست، نهادهای مستقل، یعنی نهادهای قضایی مستقل، چه قوه قضایی، محاکم، دادستانی و حتی نهادهای تخصصی مثل فرض کنید سازمان بازرسی کل کشور یا نهادهای آژانس‌های مبارزه با فساد. قوانین لازم هست و سیاست‌گذاری‌های لازم، استراتژی‌های حتی دراز مدت برای جلوگیری و مبارزه با فساد، و بعد هم دخیل کردن جامعه مدنی، بخش خصوصی و رسانه‌های جمعی. همونطور که اشاره کردم تمام این بحث شفافیت و مسئولیت پذیری اگر بخواد درست مطرح بشه، تمام این مواد مختلف باید در کنار هم وجود داشته باشن. وقتی که این رسیدگی به فساد فقط بر مبنای رقابت سیاسی باشه، در واقع این در یک مقطعی ممکنه به یک قضیه رسیدگی بشه، ولی به صورت سیستماتیک و دراز مدت مشکل رو قطعاً حل نمی‌کنه، همونطوری که خودش هم ممکنه منجر به نوع دیگری از فساد بشه، یعنی ممکنه حتی استقلال و بی‌طرفی اون نهادهای قضایی رو هم زیر سوال ببره، چون که اگر این نهادها بخوان به صورت مستقل و به بی‌طرفانه عمل کنن، بعد به تمام قضایا از هر جناح سیاسی که باشه بدون هیچ ملاحظه‌ای رسیدگی کنن. آقای منصور، شما وقتی شرایط واقعا موجود حاکم بر ایران رو در نظر میگیرید، این سوال من مطرح میکنم با توجه به صحبتهایی که در پاسخ به سوال پیشین مطرح فرمودید،
در شرایط فعلی شما اصولاً مبارزه با فساد اقتصادی رو در ایران محال و ناممکن میدونید یا اینکه نه فکر میکنید که در همین ساختار امکان مبارزه با فساد و احتمالاً ارادش ممکنه به وجود بیاد؟ اجازه میخوام در پاسخ این سوالتون دو تا نقل قول کوچیک نقل بکنم از بکنم. یکی از آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس عرض کنم تشخیص مصلحت که اون روز رئیس مجلس تشخیص مصلحت بله مجمع تشخیص بله مجمع تشخیص مصلحت ایشون در مورد این فرمایشاتی که رهبر میکنند که به فساد حتی اگر به من مربوط باشد رسیدگی بکنید این بیان رو کردن من اقلن به اینا نقل قول میکنم میگن بازرسی و رسیدگی ما با مانع روبرو شد و از اون پس بنا شد ما اجبار نکنیم بلکه برای گزارش به صورت داوطلبانه مجلس تشخیص پیشگام شد و البته این مرحله نازلی بود البته کمیسیون‌های خبرگان در طول سال مشغول فعالیت هستند و کمیسیون تحقیق که شامل علمای بزرگ هستند وقتی با مسائل روبرو شدند با آقا در میان می‌گذارند و ایشان توضیح می‌دهند یعنی رسیدگی بازرسی به اینه که این آقایون در خفا با آقا در میان می‌گذارند و ایشون توضیح می‌دهند بنابراین کمیسیون‌ها کار می‌کنند و اجلاس‌هایی که داریم به آن صورت کاری نیست بلکه بیشتر برای جمع‌بندی است بله این نحوه نظارت به اون 40% تولید ملی که زیر نگین ولایته نقل قول دوم رو رئیس قوه قضاییه وقت آقای آیت الله شاهرودی می‌فرمایند یکی از عجایب تاریخ که باید واقعا ثبت بشه ایشون می‌فرمایند از دیدگاه اقتصاد کلان اختلاس رشوه‌دهی و رشوه‌خواری و جرائمی از این قبیل هر قدر هم گسترده باشد فساد اقتصادی به شمار نمی‌رود زیرا ثروتی که از این راه‌های غیرقانونی اندوخته می‌شود درون چرخه مالی و اقتصادی کشور باقی می‌ماند و از آن خارج نمی‌شود ملاحظه بفرمایید با این درک از اقتصاد کلان که لابدشون مشاوری داشتن عرفای اقتصاد کلان رو بهشون توضیح داده و این برداشت ایشون کرده بله. وقتی رئیس قوه قضاییه این حکم داره اون وقت رهبری خودش مانع رسیدگی به فسادهای اموال زیر نظر خودشه شما اون وقت میتونید نتیجه بگیرید که برخورد با فساد در سطوح دیگر چگونه ممکنه وقتی در کنار این واقعیت شما پرونده های فسادی رو که اقلن به صورت اتهام در مورد آقای صادق لاریجانی برادران لاریجانی از سوی آقای احمدی نژاد گشوده شد اونا رو هم نگاهی بکنید بسیار. تا پاسخ قضیه روشن بشه و آقای حبیبی در نقل قولی که آقای منصور کردن من میخوام همون رو ادامه بدم صحبت که از آقای شاهرودی مطرح کردن مبنی بر این که به هر حال این پول در چرخه اقتصاد میچرخه بنابراین لزوما نمیشه بهش فساد مالی دونست همین در همین فقره آقای مهافرید امیرخسروی هم ما این استدلال رو میشنیدیم در مطبوعات تهران مطرح شد بعضی از اساتید استادان دانشگاه روشنفکران مطرح کردن که درسته که حالا تخلفی صورت گرفته در گرفتن اعتبارها یا LC و اینا از بانک‌ها ولی در نهایت این پول در اقتصاد در داخل ایران چرخیده بیرون نرفته هزاران نفر ظاهراً 17,000 نفر شغل ایجاد شده بوده آقای امیرخسروی ایجاد کرده بودن و بنابراین نباید این رو حالا لزوماً مجازات بسیار سنگینی رو براش قائل میشه این استدلال رو چقدر میشه پذیرفت جناب حبیبی به نظر من به هیچ وجه مستند نیست. ببینید باید ما تفاوت قائل بشیم بین خود نفس فرایندی که فاسد هست و نتایج اقتصادی است. فساد اقتصادی گاهی اوقات ممکنه حتی به رشد اقتصاد هم کمک بکنه. گاهی اوقات وقتی که سازمان‌های اداری جلوی پیشرفت فعالیت‌ها رو می‌گیرن رشد دادن به اون ممکنه کمک هم بکنه و اشاره‌ای که ایشان کردن این بوده که خب این پول‌ها داره به نفع خوب استفاده میشه ولی در وقتی که نگاه میکنید ببینید که وقتی که فرصت فساد وجود داره توزیع درآمد و ثروت ناعادلانه خواهد بود خودش چیزی است که به هیچ وجه برای جامعه قابل قبول نیست بسیار و جناب مجلسی در کمتر از یک دقیقه ای که باقی مونده مایلم همین پرسش رو از شما هم مطرح بکنم فکر میکنید که چیزی به اسم فساد خوب وجود داره در اقتصاد
خیر، به هیچ عنوان من فکر نمی‌کنم که فساد بتونه فساد خوب به حساب بیاد. یعنی ممکنه با یک دید خیلی کوتاه بینانه و کوتاه مدت یک امتیاز رو قائل بشن، ولی در دراز مدت و در تصویر کلانتر اقتصادی و حقوقی جامعه فساد حاکمیت قانون رو زیر سوال میبره، اعتماد عمومی رو از دولت و دولت مردان سلب میکنه و در دراز مدت باعث میشه که حتی فعالیت اقتصادی هم آسیب ببینن، حتی بخش خصوصی هم آسیب ببینه، به خاطر اینکه دیگر یک رقابت سالم در جریان نخواهد بود. همچنین بسیار متشکرم از شروین مجلسی که از بانکوک با ما بودن، همینطور نادر حبیبی در ماساچوست و حسن منصور در برموس بریتانیا. متشکرم از هر سه مهمان برنامه و همینطور ممنون از شما که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید، حوصله به خرج دادید. این برنامه همراه با برنامه‌های دیگر ما برای مدتی در صفحه 2 در دسترس خواهد بود. آدرس ما هست bbcpersian.com/صفحه 2. آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/صفحه 2. منتظر نظرات، پیشنهادات یا انتقادات شما هستیم. میتونید هم از طریق وبسایت همینطور از طریق فیسبوک با ما در تماس باشید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتان خوش.